Асалому алейкум, шнамандагони азиз, мухлисону хаводорони барномаҳои радиои Муҳоҷир. Ин лазаҳо барномаи мо мустақиман пахш мешавад дар студия ҳамкорам Зарина Бону, Баҳриддин ва ман Моҳрухсор дар хизмати шумо ҳастем. شماتون بخیر باشد شنوندگان عزیز رادیو مهاجر، باز هم سلام، باز هم درودی پر از مهر و محبت. درود شنوندگان عزیز. شنوندگان عزیز، چون روزی 30 سپتامبر در تاجیکستان روزی مولانا را تجلیل میکند و ما کارمندان رادیو مهاجر تصمیم گرفتیم که در همین آشیا صحبت‌ها داشته باشیم با مهاجران، با کارشناسان و با اهل ادب. و این لحظه دوستان عزیز در خط علاقه می برویم از استودیای مرکزی از شهر مسکو، یعنی با تاجیکستان عزیزمون، و مورخسار همکسب ما صحبت دارند با امروز بهرالدین. ما صحبت داریم با دانشمند شاعر تاجیک عبدالجبار سروش. بعدن ما در تماس می شویم، کوشش می کنیم که در تماس شویم و با او صحبت داشته باشیم در باره زندگی و فعالیت جلال الدین رومی. و در حاشیه همین جشن جلال الدین رومی، دوستان عزیز، ما آزمون اعلان کردیم، اگر به سهم شما رسیده باشد بار دیگر تکرار میکنیم، یعنی که مثنوی خوانی آن نفری که مهارت بلند دارد از رادیو مهاجر البته صاحب مکافات میگردد. مثنوی خوانی خود را با رقم های رادیو مهاجر 8-965-151-014 مرحمت زنگ زنید و ما در تماس باشید. بله ما در برنامه شامی غریبی هم این موضوع را ادامه میتیم و شما زنگ زن تروکچی آزمونی ما شوید و ما اگر بهرالدین بله من از ذا کوشش دارم رخصار که زنگ بزنم و با استاد هم صحبت شویم. تو آن دمه که بهرالدین با استاد در تماس می شود و من کمی معلومات میدم، سازمان ملل متحد سال 2007 را سال بزرگداشتی مولانا جلال الدین رومی اعلان نمود که در تاجیکستان، فرانسه، ایتالیا و دیگر کشورها این روز را جشن می گیرند. سلام به شما، شماتون بخیر باشد. بهرالدین الکای شما استاد عبدالجبار سروش هستید؟ بله. این لحظه شما در برنامه مستقیم از رادیو مهاجر از شهر مسکو، یعنی هم صحبت ما هستید و همکسب من ماهرخسار و زرین بانو و من بهرالدین. این لحظه میخوایم با شما صحبت کنیم استاد عزیز. ماهرخسار مرحمت، ماهرخسار با شما سوال دارد استاد. استاد عزیز خوش آمدید به برنامه ما. شام شما بخیر و شادی باد و ما به همه شنوندگانی که در تاجیکستان عزیز که این لحظه ها ما را طریق شبکه‌های اجتماعی میشنوند درود و پیام میفرستانیم. استاد سخن از شما، در آغاز چی گفتنی دارید؟ نخست سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیو مهاجر و شام بخیر میگم هر کجا باشند که حتمند و سلامت باشند. سلامت باشید. مرحمت مرخصار. استاد عزیز، چون من آگاهی هستم که شما در کتاب نوشتگی در بیشنو از نای، میخواستم در باره همین کتاب کمی معلومات بدید با شنونده های ما، بعدن صحبت رو ادامه میدیم. چی شد که شما ما از نامی کتاب خشرا بیشنو از نای گذاشتید؟ اصلا که من حالا در زمان دانشجویی رساله نوشته بودم با نام تحول معنی در دیوان شمس مولانا جوادی بلخی و در همین رساله راجع به اندیشه ها، راجع به ارزش های آثار معنوی مولانا و اندیشه های بیان کرده بودم و در محور اندیشه های من پیش از همه ارزش و منزلت و مقام انسان از نظر مولانا بود که مولانا چه نظری دارد به انسان و چه قدر و منزلتی دارد انسان در نظر مولانا، و اگر به در مایه اندیشه های مولانا بینگریم ببینید یک انسان که اندیشه های فراتر از اندیشه های یک انسان محلی و یک انسان خوبی و بالاخره انسان یک قصه از این زمین باشد. اندیشه های مولانا اندیشه های بسیار
عموم انسانی و اندیشه هایی که در آن انسان همچون یک جزی کامل این طبیعت معرفی میگردد، یک آفریده بسیار شریفی خداوندی بر کل موجودات هم شرفش و هم عزتش و هم اخلاقیتش بالاتر میرسد، در آثار مولانا معرفی میگردد. و وقتی که با اندیشه های مولانا من رجوع کردم، با امش اندیشه هاشا رفتم، نخست همان بایدی مشهوره که بشنوید بشنوید شنونده های ما میتونن که مولانا گفته بود شیخ با شرا خمیدشت گرد شهر قضی و داد ملول ما انسان هم آردوست، گفتند یافت می نشود، دوسته ما گفت آن که یافت می نشود آن هم آردوست. یعنی اگر با این اندیشه های مولانا توجه کنیم، مولانا نخست متقید بوده که یک انسانی کامل، یک انسانی با اصطلاح فهمو انسان های زمینی حد دریافته، چون یک انسانی با اصطلاح کامل هیچ ممکن نیست. و بعدا خود مولانا یه اندیشه شو انکار میکنه، انکار کرده میگه که اون کس که همه گستم دیشت بچرا او را این روز چطانگی گل در ره گذرم آمد. و مولانا اخراج نشود که آن انسانه که یافت نمیشود، گفته من اندیشه میکردم او در این زمین هست وجود دارد و امروز در روبروی من آمد. و منظورش از همان انسان خامل شمسی تبریزی شمس الدین تبریزی بودن که این خیر که در ادامه صحبت رجوع میکنه به این چیز. باید تشکر استادی عزیز. چرا مولانا رومی با شعر عاشقانه عرفان رو آورد؟ تشکر. سوال بسیار جالبی هست. مثلا شما و بسیاری از بیننده های هوشمند ما میدونن که زمانی که مولانا کشف این عالم پرآشوب بیشاده بود، زمین میاکانه و در زیر سمی اصفای مغولان بود و سرزمین گیر این سرزمین با خون آغشته بود. از هر زاویه ناله یک مادری که فرزندش رسیده بود، ناله یک کودکی که پدرش را سر بریده بود، می آمد یک دنیای پر آشوب و ناله خیز بود. و در چنین یک زمان مولانا پا چشم به عالم هستی کشاد و در بر اثر واقعه های ناخوش هم که مولانا رفت همراه خانواده خودش و سرزمین اروپا امروز، یعنی به قونیه به ترکیه امروز رفت، مهاجرت کوچ بستن. و در هنگام همین سفر هم بود که او با شیخ عطار در جریان سفر، در همان روان سفر با پدر بزرگوارش را خورده بود. یعنی یک زمانی بود که زمان بسیار آشفته و بسیار مصیبت بار، و در چنین زمان مصیبت بار باید که مولانا هم به نالید شعرهایی میکرد که پر از ناله بود، از میتونید دیگر چیزها باشد. اما مولانا که انسان دشمن بود میدونه که با ناله نمیشود درد عموم انسانی را تبابت کرد، و یکانه راهی که باید درد انسان را تبابت کرد این یک این خاصیت محبت است که باید درد مردم انداخت که این زمانه یکسان نمیماند. اگر ما به مهر رجوع کنیم، اگر ما مهربان به یکدیگر باشیم، زمانه ما زمانه بسیار زیباتری میشود. و همین راه رهایی را مولانا جست از عشق، از عشق که انسان به خداوند خودش دارد، به خالق خودش دارد، و یک عشق امیدوار کننده و یک عشق که به انسان شرف و عزت میباشد. در هر زمینه مولانا برو آورد به گفتن شعرهای عارفانه و عاشقانه، نه شعرهایی که انسان را بیشتر نبنی کند. انسان گریان را در آن زمان، در زمان هجوم مغولها، انسان گریان را گریان تر کند، انسان در عجز غوت خورده را بیشتر و منجلاب، یعنی با لگن نبنیدی غوت را سازد. مولانا خوشید که دست انسان را بگیرد و دقیقه که جایگاه تو نه این عالمی جفاکار است، جایگاه تو بلندتر است،
تو باید که اندیشت بلندتره باز هر قدر اندیشه تو بلندتره به همان قدر تو آخرتر زیباتر مهربانتر میشوی و همان قدر از خونخواری و از ظلم و تعدی برکنارتر میشوی و سبب هم همین بود که انسان ها را در زمان دلشکستگی مولانا با شعر شورنگی خودش خیلی و خیلی امیدوار کرده از آینده روشن. تشکر استاد عزیز. باز هم سوال داشتم، جوهر اندیشه های مولانا در چیست؟ حالا هم شروع کردم. جوهر اندیشه های مولانا قبل از همه بازگویی و بازرسی و بازنمودن منزلت انسان در جهان است. در جهان است. مولانا انسان بود که خیلی تقدیر کلی انسانیت می اندیشید. یعنی برای مولانا فراتر از مذهب ها، فراتر از قوم و نژاد ارزش خود انسان می ساخت و او بین انسان ها هیچ تفریق نمی گذاشت، و در زمینه این اندیشه های بسیار بزرگ، اندیشه های عموم انسانی، اندیشه های فراتر از محل مولانا توانست که بسیار خوب پذیرایی شود از جانب همه مردم اقوام دیگر و مثال بسیار صریح و روشنی که میتوان هم الان آورده باشد این است که چون مولانا وقتی که از این دنیا چشم برپوشید در اون جمازه ها حضر یهود می آوردند و می گفتند که این از ماست، نصرانی آمده می گفت که این از ماست، مسلمان ها می آمده که مولانا از ماست. یعنی کلی مردمی از جان مختلف مولانا را همچون یک انسان خود پذیرفتند، همچون یک انسان خود شناختند و جوهر اندیشه های مولانا هم در چی در بیگانه شمس و چی در آن نگاشته هایی که به نصر دارد فیهی مافیهی و چی در مثنوی بسیار ارزشمند و ماندگار مولانا مثنوی معنوی بسیار میاد. متاسفانه علاقه کنده شد. ما بازم با استاد پیوست میشیم، سببای تکنیکی است. از شما شنوندگانی از عذر میپرسیم و زرنبانو میتوانی رقم های تلفن در استودیو یک بار دیگر اعلان کنی؟ البته. رقم های تلفن ما 8965-105-1014 هست. عزیزانی دل زنگ زنید با ما. اگر کارگردان ما آماده باشد یک سرودی خوب میشنیم تا صحبت ما دلگیر نشود. بعدا ما برنامه را با استاد در تماس شده ادامه میدیم. با ما باشید. بله. من دردی منو دوای من فاش بگویم
شمسی من و خدای من خوش بگویم این سخن شمسی من و خدای من خوش بگویم این سخن شمسی من و خدای من خوش بگویم این سخن شمسی برنامه ما مستقیماً از رادیوی مهاجر ادامه دارد. شنوندگان عزیز شما هم می توانید که با ما در تماس باشید، فکر و عقیده‌های خیش را نویسید، ما حتما در برنامه جای می دهیم، مطالعه می کنیم. و چون ما با استاد دانشمند تاجیک عبدالجباری سروش صحبت داشتیم، دانشمند شاعر و علاقه قطع شد و این لحظه استاد در خط علاقه است. استاد عزیز شما را می شنویم. بله استاد، انسان بفشه خیلی تقدیر کلی انسانیت نمیشید و هدفی آلی مالوان هم این بسید در انسان انسان بگه که تو بسیار آفریده شریف خداوند هستی و نگرسید مرزی باقی ملکوت هم نامد آلم خاک چند روزه خفت ساختند از بدنم ای خوشان روز که پرواز کنم تا بری دوست در فضای سری کویش پر بال بزنم من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم آنکه آورد مرا باز برد بر وطنم. یعنی مولانا اشاره میکنه که تو هرچن در زمین زندگی میکنی اما منظره تو انسان بالاتر از هر آفریدی دیگری خداوند است، بالاتر از زمین و آسمان است. یعنی تو انسان بسیار انسان یعنی آفریدی عزیزترین خداوند هستی. تشکر استاد. از همین جاست که کل انسانیت مولانا رو خوب پذیرفتند، همچون یک انسان کامل، همچون یک انسان راهنما، همچون یک انسان خودی و برای کل انسانیت مولانا همیشه عزیز هستند. استاد عزیز، سبب شهرت یافتن مولانا جلال الدین رومی در جهان در چیست؟ اندیشه ما میتونیم خیلی اصلا اینجورا هست و اگر خیلی پیوند از آواز صحبت تا به حال من اشاره کرد که مولانا انسانی بود که وارسته از تعلقات خلقی و مذهبی و نژادی، انسانی بود که پیوسته با کل انسانیت یعنی همگانی. و تصور کنید که یک انسان چنین باشد که در دلی او کینه نباشد، در دلی او غرض به نسبت دیگر اخوان نباشد، البته که بسند همگان می شود. به خودی مولانا هم اشاره کرده میگه که رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها بانگ از شراب عشق را پیمانه شد پیمانه شد. عشقی که مولانا میگه این مهر است، این صمیمیتی از انسان به انسان دیگر است. از همین جاست که مولانا هنوز در زمان زندگیش شروع کرده بود در جهان همان زمان است، اما بعدا در شروع میشود از عصرهای 18 تا 19 اشتهار مولانا در جهان بیشتر شد، آثار او با زبانهای اروپایی ترجمه شدند، در روسیه نیز با همان شاب شدن یاد کتابی را به 6 به زبان روسی اشتهار مولانا خیلی مولانا خیلی اشتهار یافتند به زبان روسی به زبانهای اروپایی اشعار مولانا ترجمه شد و بخصوص سال 2007 سال 800 سالگی مولانا بود، همین اشتهار مولانا بیشتر گردید، خیلی تمدن انسانیت و آثار و میراث مولانا رو آوردند در هم در قطعه امریکا، هم در اروپا، هم در آسیا، و مولانا مردم بیشتر رو آوردن آید به آثار و اندیشه های مولانا. مولانا چندین همایش های اینی شد از جانب چندین عالمان آثار مولانا بررسی و تحقیق کرد و از همه آثار که بیشتر از آثار دیگر عجیبان خیلی ما انشاء شده که این آثار مولانا رو باشد و از همه پرخواننده ترین عجیبی بشر زمین عجیبی تازهی که مولانا رو باشد که در دنیا محبوبیت بسیار
بلند دارد و چطور از اشاره کردن همه این اشتهار همه این محبوبیت بسته و آن اکس مولانا انسان بود انسان دوست مولانا آفریده بود که خداوند برای بس کردن انسانها آفریده بود که مولانا خودشان هم میگن که ما برای وحش کردن آمدیم نه برای فحش کردن آمدیم بزرگواری را بینید میگه که ما آمدیم که انسانیت متحد کنیم نه به خلق و قبایل و نجات جدا کنیم و از همین جاست که چونین انسان همیشه اشتهار میبرد همیشه محبوبیت پیدا میکند و همیشه از جانب نسلهای زمانه ها استقبال میبرد تشکر شنوندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که شما صحبت ما را مستقیما طریق رادیوی مهاجر با دانشمند تاجیک شاعر عبدالجبار سروش شونده استودید استاد عزیز برای یک صحبت بسیار هم صمیمی سپاس تشکر که وقت قیمت خیش رو برای ما جدا نمودید برای شنوندگان برای مهاجران تاجیکی که این لحظه ها در شاید در کل دنیا فارسی زبان دنیا ما رو میشنوند و در آخر بود سوالی که من از شما نپرسیدم شما باز چی گفتنی دارید مرحمت به آن کسایی که ما را میشنوند همشه دروب میفرستم و مهاجرای ما که بیران از وطن هستند باید که بخونم که چون به سفر تو میردی دیده را فا شوم راهی سفید خواهم است دست شوم دعا شوم تا شنوم نوای تو مب شوید صدا شوید تا شنوی نوای من مب شوم صدا شوم به همه مهاجرای ما من جهت بندی می خواهم برای کار می خواهم هر جا باشند با سری بلند باشند و افتخار کرده باشند از این ملت زیبا و با فرهنگ خودشان افتخار کرده باشند از مولانای بزرگ افتخار کرده باشند از سعدی از حافظ از اصحاب رودکی هر جا باشند با سری بلند باشند و از شما تشکر می کنم برای آن که چونین یک صحبت زیبای آراسته از کارمندان شما هم تشکر میکنم که برنامه های زیبا و شنیدنی برای مردم منظور میکنند سعادتمند و سرداوند باشید استاد بار دیگر ایثار سپاس از نامی همه همکاران ما و زرین بانو گفتنی دارد مرحمت بله عرض سپاس به شما استاد سروش عبدالجبار که این لحظه مهمونی علاقوی ما بودید خب از نام تمام کارگران رادیو مهاجر با شما تشکر زیاد میگویم و باوری داریم که این اول و آخرین مهمونی ما نیستید باز مهمونی ما میشوید و با ما هم صحبت میشوید استاد عزیز با امید همکاریای آینده ما با شما خداحافظی میکنیم یک جهان سپاس شاعر و دانشمند تاجیک عبدالجبار سروش بودند دوستان عزیز هم صحبت ما از تاجیکستان و البته اینجا راوی ما رخسار رحیم هم کسب ما این برنامه رو راجع به در حاشیه جشن مولانا جلال الدین رومی یعنی مثنوی خوانی برگزار نمودند برادین فراموش نکنیم که ما آزمون داریم بار دیگر اعلان کنید که بله. ما آزمون داریم دوستان عزیز تا 30 سپتامبر آزمون میگذرد هر نفری که مثنوی خوانی بهترین است میتوانید طریق تلفن های 8965105014 یعنی که شعر و غزل خود را روان کنید طریق واتساپ ما آن را در آزمون جای میکنیم انا اکنون زرینا بانو از اشعار مولانا قرائت میکند مرحبا زرینا بانو تشکر زیاد بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند کز نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح دردی اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش من به هر جمعیت نالان شدم جفتی بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من از درونی من نجست
اسرار من. سیری من از ناله ای من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن زی جان و جان زی تن مستور نیست، لیک کس را دیدی جان مست دست دور نیست. آتش است این بانگی نایو نیست باد، هر کی این آتش ندارد نیست باد. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. جوشش عشق است کندر می فتاد، نی حریف هر کی از یار برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچونه زهری و تریاق کی دید، همچونه دمساز و مشتاق کی دید. نی حدیثی راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بیمون ای آن که چون تو پاک نیست. هر کی جز ماهیز آبش سیر شد، هر کی بیروزیست روزش دیر شد. در نیابد حالی پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه بود و سلام. بند بگسیل باش آزاد ای پسر، چند باشی بندی سیم و بندی زر. گر بریزی بحر را در کوزه، چند غنجد قسمتی یک روزه. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر دور نشد. هر کی را جامز عشق چاک شد، او زی حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. ای دوای نهوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جانی تور آمد عاشقا، تور مست و حرم و ساز سایقا. بالا بیدم ساز خود گر جفتمی، همچونه من گفتنی ها گفتمی. هر کیو از همزبان شد جدا، بی زبان شد گر چی دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس زی بلبل سر گذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. چون نباشد عشق را پروای او چو مرغ ماند بی پر وای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نوری یارم پیش و پس. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود؟ آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از روحش ممتاز نیست. با تشکر از همکار عزیز مطلوبه بانو، ما در همینجا شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنیم. این لحظه ها همکارم بحرالدین، زرینه و من مرخصار در خدمت شما بودیم. از کارگردان خواهش میکنم که در فرجام برنامه یک سرودی خوب برای شنوندگان ما پخش کند، چون برنامه دلگیر نشود. و خاطررسان میکنیم که بعدا برنامه شام غریبی باز هم در افیر مستقیم ادامه خواهد یافت. خدا نگهبان شما عزیزان.
این دنیا مبند، دنیای فانی بگذرد، نوبتی پیری در آید، نوجوانی بگذرد. زور و بازوی تو داری ای جوان ای پهلوان، زور و بازویت نماند، پهلوانی بگذرد. باغبان باغ تو داری در سرای زرنگار، باغت آبادان نماند، باغبانی بگذرد. مهمانی چند روزه اندر این مهمان سرا، صبح صادق چون براید مهمانی بگذرد. شاد و مسروری تو مانند بهار، باد پاییز رسد این شادمانی بگذرد. ناخدا این کشتی بیشکسته جای خواب نیست، بادبان بربند باد و بادبانی بگذرد. ساربان آهستران یک یک عزیزان می روند، یا بیرانی یا نرانی ساربانی بگذرد. در میان کاروان اشتر سواری می کنی، منزلت آخر رسد این کاروانی بگذرد. این اجل همچون پل است، جانها چون کاروان، ناگهان بینی زان پل کاروانی بگذرد. شمس تبریزی چی دانی حالت مستان خیش، شمس تبریزی چی دانی حالت مستان خیش. کاری تو هم آخر آید کاردانی بگذرد. رادیوی مهاجر، خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر، پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر، اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر، تلفن برای تماس 8965-151-04-10. رادیوی مهاجر، بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر، ما را میشنوند.